به نام خدا. این قسمت از برنامه سینمای کات در خدمت یکی از مهمترین هنرمندان تاریخ معاصر ایران هستیم. خانم سیمین غانم عزیز. خانم غانم سلام، خیلی منت گذاشتید تشریف آوردید. سلام عرض میکنم. خوشحالم در خدمتتون هستم. سال نو رو به همه عزیزان و ایرانیان عزیز تبریک میگم. آرزو میکنم سالی پر از برکت و آرامش و صلح باشه برای همه مردم دنیا. خانم غانم از اول شروع کنی، بعضی از سوالات خودم جوابش رو میدونم، اما برای اینکه مخاطبا کامل در جریان باشم میپرسم. خواهش میکنم. شما الان ساکن ایران هستید کامل؟ بله. یعنی در حال رفت آمد به خارج از کشور نیستید؟ گاهی میرم دخترم و نوه‌هام میبینم میام. ولی ساکن ایران؟ ساکنم، بله، اینجا هستم. و داخل ایران کنسرت میدید درسته؟ بله. چی جوری شرایطش؟ میخواستم بدونم مثلا هر ماه میدید یا هر چند ماه میدید، در سال میدید، چی جوریه؟ دقیقا فصلی سه تا برنامه به ما داده بودند، میتونستیم بذاریم که اخیرا کردن دوتا، یعنی فصلی دوتا برنامه میذاریم. کم بوده شعر و آهنگ و اینا باعث شد که من خودم یه مقداری تصمیم بگیرم کارهای جدید بکنم. اخیراً شعرهای آهنگا رو خودم میسازم. یه دونه ساختم، دیدم دوستان خیلی استقبال کردن، خانم‌ها خیلی خوششون اومد. فقط برای خانم‌ها میخونید؟ بله، فقط برای خانم‌ها. بعد دیگه تصمیم گرفتم به این کار ادامه بدم. تصادفاً بد نیست، خیلی خودمم راضیم از این موضوع. یعنی توی کنسرت‌ها آهنگ‌های جدید با ترانه خودتون رو میخونید؟ شعر و ملودی از خودم، بله. الان یکی از این ترانه‌ها رو دارید بخونید برای ما؟ دارم، امیدوارم حفظ باشم برات. بله، اسم این ترانه هست واژه ها. این البته خب به صورت ترانه زیباتره که آدم میخونه، ولی اینطورم بد نیست بخونم برات. واژه ها یاری دهید، یاری دهید بر شعر من، تا بگویم شرحی از آن دلبر گیسو سمن. یار مهپیکر افسونگر و سیمین بر من، از قدومش نور بارون شبای تار من. آسمون دلم از برق نگاش آفتاب و مهتابی میشه، عطر خوب گل یاسش همه جا جاری میشه. گل گلدون من و ماه تابون من و چراغ ایوون منه، سود و سرمایه عشق و همه جون منه. واژه ها، واژه ها یاری دهید بر شعر من، تا بگویم شرحی از آن دلبر گیسو سمن. شهسوار یک کتاز شهر نور، سر حق تابیده در گنج حضور. آن گل سرسبد اصل وجود، گوهر و دردانه دریای جود. میبرد با خود مرا تا لامکان، میرهاند جانم از قید زمان. میبرد شهری که هیچ نیرنگ نیست، دلها پاک و هزاران رنگ نیست. شکر لله، شکر لله، دستمان از دامنش کوتاه نیست. شکر لله، شکر لله، با کریمان راه ها دشوار نیست. واژه ها یاری دهید بر شعر من، تا بگویم شرحی از آن دلبر گیسو سمن. بسیار درجه، بسیار درجه. این ترانه خودتونه؟ بله. خیلی عالیه. و این رو به صورت ملودی در آوردید و آهنگ بله، میکنید؟ بله، آهنگ روش گذاشتم. خانم خانم از اول شروع کنیم اگه مایلید. خواهش میکنم. این که چون من تا به حال از شما مصاحبه تصویری ندیدم و میخوام این یک ثبت بشه برای در تاریخ و آیندگان رجوع کنم به این، دوست دارم از اینجا شروع کنم که شما در چه خانواده‌ای و در چه فضایی متولد شدید و رشد کردید؟ من در یکی از شهرهای شمال متولد شدم به نام تونکابون، در خانواده‌ای که با ایمان و معتقد بودن و به ارزش‌های انسانی احترام می‌ذاشتن و من خوشحالم که در این خانواده بزرگ شدم. خانواده شما در اون زمان راضی بودن که شما کار موسیقیایی بکنید؟ پدرم راضی بودن، ولی مادرم از موقعیت و از محیط و اینا یک کمی وحشت داشتن. ولی من تعهد دادم بهشون، گفتم نگران نباشین، من سعی میکنم شخصیت خانوادگی به خودم رو حفظ کنم هر جا که هستم. به همین دلیلم نه هر جا خوندم نه هر جا رفتم،
خیلی موقعیت ها برام بود که صرف نظر کردم. چرا؟ خب به هر حال طبق قولی که داده بودم بعدم احساس میکردم اینجوری راحت ترم، چون من خانواده برام خیلی مهمه، در درجه اوله برام خانوادم. به همسرم هم خب قول داده بودم که خیلی مسائل رو رعایت کنم و کردم، چون هنر رو من در کنار خانوادم قبول کردم، به همین دلیل دنبالش زیاد. اصل برای شما خانواده بود؟ بله اصل برام خانواده است. خانواده یه محیط مقدسه که باید احترامش حفظ باشه. من به هیچ عنوان اجازه نمیدادم خدشه‌ای وارد بشه بهش. به همین خاطر بود که خیلی از ترانه‌هایی که اون زمان خیلی از خواننده‌ها می‌خوندن رو شما نخوندید و شبیه اونا نشدید. نه، نخواستم که باشم مثل همه، نه. یعنی خب اونا روششون با من فرق می‌کرد. من اینطوری هم دیگه. به همین دلیل هر شعر و آهنگی رو نمی‌پذیرفتم. ولی پیشنهاد می‌شد به شما؟ فراوون. حتی از خارج خیلی پیشنهادات زیاد داشتم که برم. میدونستم اگه برم موقعیت عالی پیدا میکنم، ولی دوست داشتم در کنار هموطنان عزیزم باشم، در ایران زندگی کنم، اینجا رو دوست داشتم و مردمش رو. و من خیلی خوشحالم، هیچ وقت تأسف نخوردم از اینکه چرا نرفتم. به این بحث میرسیم چون بحث خیلی مهمیه. اول راجع به این حرف بزنیم که شما چی شد که اصلا به سمت موسیقی و هنر اومدید؟ این سلیقه و این علاقه شما کجا و چگونه شکل گرفت؟ از همون دوران کودکی من شدیداً علاقه داشتم به هنر آواز. در کوچه باغ‌های شمال و خودمون پیکنیک می‌رفتیم و اینا، من با صدای بلند اونجا ها می‌خوندم و خاطرات قشنگ و شادی دارم از دوران بچگی و نوجوانی. بعد هم که به مرور این در من پرورش پیدا کرد و من رفتم دنبالش. میگم به خانوادم زیاد موافق نبودن، ولی خب تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم. کم کم اونام راضی شدن، دیدن که من همه مسائل رو رعایت میکنم. به هر حال علاقه شدید. بعدش هم از نظر من هنر نیروی برتره، به خصوص هنر آواز. هنر آواز چون خیلی اثرگذارتره از خیلی از هنرها، بیشتر اثر میذاره. مثلا شما فرض کنین یک شعر اگر با صدای زیبای خونده بشه از حافظ یا مولانا، که حافظ میگه وفا و عهد نکو باشه در بیاموزی، وگرنه هر آن که تو بینی ستمگری داند. خب این اشعار یک مطلبی رو القا میکنه به شنونده، به اون میفهمونه خیلی مطالب رو. خیلی زیباست که با شعر با آواز گفته بشه. بله. انرژی بیشتری داره، تأثیر خیلی بیشتری داره، تأثیر بیشتری داره. بله، به دلها آرامش میده. شما اون موقع اهل شعر هم یعنی بودید از کودکی و نوجوانی؟ خیلی دوست داشتم. بله. توی دهه 40 و 50 اون زمان کدوم شاعرها بیشتر به دلتون میشست؟ شاعر ایرانی؟ فروغ فرخزاد خیلی دوست دارم، سهراب رو همچنین، آقای جنتی عطایی، آقای شهریار قنبری و خیلی های دیگه شعراشون رو همیشه خوندم و دوست داشتم. بله. شما برخلاف خیلی از افراد وقتی انقلاب شد از ایران نرفتید، موندید، یعنی حداقل به صورت کامل داخل ایران هستید. خیلی از خوانندگان مرد هم بعد از انقلاب رفتن، چون گفتن معلوم نیست شرایط چی میشه. شما بعد انقلاب چه کردید؟ ببینیم، من چون که همیشه آدم معتدلی بودم تو زندگیم، میدونستم که برام مسئله پیش نمیاد با موندن اینجا. به همین دلیل علاقه شدیدی که به ایران داشتم، مردمم رو خیلی دوست داشتم، صبورانه گذروندم دیگه، تا اینکه بعد از مدتی، بعد از تقریبا میشه گفت 18 سال گذشت که ما تونستیم برنامه بذاریم توی تالار. به هر حال موندم. انقدر این مردم تشویق کردن و محبت داشتن به من که واقعا محبت اونا باعث شد که من بیشتر اینجا بمونم. یعنی حتی مقطعی هم نرفتید؟
ابتدای انقلاب که برم بمونی ساکن چین مهاجرت کنی؟ نه من هر وقت اونجا میرم درست مثل ماهی که از آب بیفته بیرون میخوام برگردم توی آب، یه همچی حالتی دارم واقعا. یه بحثی که مطرح میشه در بین خوانندگان زن، دو خواننده رو زیاد کنار هم قرار میدن، دلکش و شما رو. ما دوست داشتیم اصلا حس خودتون راجع به خانم دلکش بگید، و اصلا آیا اصلا نسبت حسی با ایشون برقرار کردید؟ آخه آقای هوشنگ ابتهاج تو کتاب پینه پرنیان اندیش هم این حرف رو میگن، میگن که ما این دو همیشه مثلا خواننده متفاوت تری بودن، خواننده های خاص تری بودن نسبت به مد روز یا نسبت به بازار اون زمان. درسته، بله. من دلکش رو واقعا دوست می‌داشتم، هنوزم دوست دارم، شد صداش و خدا رحمتشون کنه. ببینیم، برای شروع هر کار همه سعی میکنن چون تجربه ندارن یه الگویی رو انتخاب میکنن. اون موقع خب دلکش در صدر بود، منم دختر جوانی بودم، دوست داشتم که از آهنگایشون استفاده کنم و بخونم. این رو من خیلی تاثیر گذاشت بعد از مدت ها، ولی وقتی که وارد کادر هنری شدم و زمان گذشت و اینا، سبک خودم رو پیدا کردم، ولی برای ایشون هم ارزش فوق العاده ای قائل هستم. جریان غالب اون زمان خانم قانم، جریان دهه 30 و 40، جریان رادیکال سیاسی چپ بوده. من تو موسیقی شما به همین خاطر مثلا فرهاد مهراد خیلی پررنگ میشه. تو موسیقی شما موسیقی یک خواننده چپ نبوده به اون معنا، خواننده‌ای بوده که هنر براش به ماه و هنر مهمه. بله واقعا همینطوره. من اصلا معتقدم به این که هنرمند به سیاست چه کار داره. من شخصا اینجوری فکر میکنم، میتونه از راه هنر خدمت زیادی بکنه، دلها رو شاد کنه، لزومی نداره که تو سیاست بره. من سیاست رو دوست ندارم راستش، واقعیت. قبل از انقلاب هم توی اون موج قرار نگرفتی؟ هیچ وقت علاقه نداشتم هیچ وقت. دیگران رو البته چیز نمی کنم، سرزنش نمی کنم که چرا، چون هر کسی یه ایده و اخلاقی بر خودش داره، ولی من شخصا تو این عوالم نبودم هیچ وقت. درست. شما هنوز، نه اینکه حالا جلوی شما بگم، یه واقعیته، تو ذهن مردم زنده اید. وقتی من به چند تا دوستان گفتم که قرار این مسابقه انجام بشه، جوون هم بودن، به هیجان اومدن، گفتن ای خانم قانم ایرانه، ای خانم قانم، مثلا خیلی اطلاعات دقیق نداشتن. فکر میکنید چی میشه پس از فکر کنم حدود 50 سال شما هنوز تو ذهن مردم زنده اید، اون هم در شرایطی که جنس مذکر اجازه نداره صدای شما رو به صورت رسمی امروز بشنوه؟ درسته. اون احساس خودم رو میگم. من فکر میکنم هر هنرمندی یک پشتوانه‌ای باید پشت هنرش باشه، و اون صداقت و راستی و پاکیشه. نمیگم حالا من خیلی پاکم، ولی من سعی کردم که اینطوری باشم و این روش رو راه و همیشه حفظ کردم. به علاوه تمرکزم بیشتر روی هنرم بوده، کارهایی که انجام دادم سعی کردم که بهترین باشه، حتی اگر خیلی محدود و کم بوده. بعد زندگی خصوصی هم که گفتم براتون خیلی ساده و راحت و سالم بود. سالم بوده، بله، بی دغدغه. به هر حال مردم متوجه میشن، و اینکه در کنارشون بمونی و نری، قید بله. خیلی چیزا رو بزنی، بله. این خیلی مهمه. کلافه نشدید؟ اینجا؟ آره، یه جای دیگه اعصابتون به هم بریزه، بگید اصلا ول کن، چرا بمونم؟ خیلی وقتا کلافه شدم، ولی خدا یاریم میکنه همیشه، و ازش ممنونم، از خداوندم که همیشه همراه من بوده. توی این سالها اساسا موسیقی ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟ دنبال میکنید موسیقی روز رو؟ کم و بیش، نخوامم تو آژانس نشستم میشنوم یا خونه دوستان متوجه میشم. بله، ماشاءالله راه برای آقایون که حسابی بازه، ولی برای خانوما خیلی محدودیت هست. امیدواریم این سطح ها شکسته بشه واقعا، چون صداهای زیبا و خوب خیلی هست، بله، صداهای بله. پرقدرت و خوب هستن، ولی فرصتی برای نشون دادن نیست، برای عرضه کردن میشه ندارم. به نظرتون این صد یه روزی شکسته میشه که این اتفاق بیفته؟ امیدواریم، نمیدونم، از ما که داره میگذره. ولی به هر جهت باید یه روزی بشه دیگه انشالله.
بین خوانندگان جوان کسی هم بوده که مثلا صداش، خوندنش، موسیقیش باب طبعتون بوده باشه؟ بله خیلی هاشون بودن، مثل آقای شهرام شکویی، مثل آقای از خوانندگان خوب ما آقای همایون شجریان و خیلی های دیگه. الان من اسمشون دارم. جسارت میکنم میپرسم، کارهای آقای چاوشی رو هم گوش دادید؟ گوش دادم ولی چیزی نمیگید. آره. اون صدای خاص خوبی داره اتفاقا، ولی من نمیدونم، راحت نیستم با صداش خیلی. تو سالهای اخیر هر کسی آهنگ تونست بخونه دیگه، مثل قدیم نیست که خیلی ها برن مجوز بگیرن، تو خونهشون نشستن آواز خوندن دادن بیرون، مخصوصا خود خانوم ها تصویری ضبط کردن دادن بیرون. این اتفاق، این که هر کسی خودش میتونه تو یک جای کوچیکی ضبط کنه و بده بیرون، این به نظر شما به سود موسیقیه یا نه با مقشوش میکنه و شلوغ میکنه؟ ببینین، راه خوبه که برای جوونا باز باشه، عالیه واقعا راه براشون باز باشه، ولی باید در ذهن فیلتری هم وجود داشته باشه که هر چیزی، هر شعری، هر آهنگی اجرا نشه. من موافق نیستم با همه ترانه ها، یعنی بعضیاش اعصاب خرد کنه. همونطور که یه شعر و آهنگ زیبا به آدم انرژی میده، درست اون عکسشه واقعا. دلم میخواد که یه مقداری محدودیت ایجاد شه، جوونا بیشتر برن دنبال یادگیری، دنبال اینکه اشعار رو دریافت کنن، خودشون هستن بله. برای خودشون محدودیت قائل باشن که پی هر چیزی نرن، هر چیزی نخونن. بله. این ترانه هایی که خب شما گفتید از عشق همیشه تو کاراتون خوندید، این ترانه هایی که خیلی زیاد شده جدیدن در مورد اینکه علیه معشوق یا به قول جوانا دیسلاب یا چیزهایی که به قول شما بعضی موقع آزارنده بد و بیراه و فوش بد و بیراه، چگونه میبینید این رو؟ من دوست ندارم اونا رو. عشق خیلی مقدس و عظیمه، نباید توهین بهش بشه. الان از شما اگه بخوام پیشنهادی بگیرن که چه کنیم موسیقی امروز ایران سطحش بالا بره، ارتقا پیدا کنه، چه باید کرد؟ یادگیری شعر و اینکه بفهمن و بدونن چی دارن میخونن، هر چیز رو نخونن، هر چیز رو قبول نکنن. ببینیم، برای اینکه واقعا موسیقی غذای روحه، هر چیز رو نباید اجرا کنن، یعنی درست به جای اینکه انرژی بدن عکس این عمل کنه. یکی اینه، یکی یادگیری موسیقیه، یکی یادگیری شعره، دانش و داناییشون رو بالا ببرن، کار بهتر عرضه کنن دیگه، همین. شما این مدت که داخل ایران بودید فیلم های ایرانی، سریال های ایرانی هم دیدید؟ من فقط اخبار گوش میکنم. یعنی مثلا بین فیلم سازا اهل خیلی فیلم دیدن و سریال دیدن؟ آره، اصلا بگذاریم، نه هیچ اهل فیلم و اینا نیستن. چرا، تک و توک فیلم دیدم ولی الان یاد ندارم که اونجوری بخوام راجع بهش صحبت کنم. آره خانم قانم، ما خیلی وقت شما نگیریم، فقط دوست دارم بدونم که بعد از انقلاب شما چی شد که مجوز کنسرت گرفتید؟ خودتون پیگیری کردید؟ چقدر پیگیری کردید؟ نه آیا شنیدید؟ خودشون اومدن از شما خواستن؟ چگونه بود؟ دعوت کردن از من که یک کنسرت بذارم. اون یادم میاد که در سینمای صحرا گذاشته شد اون کنسرت. دهه 70 یا 60؟ دهه 70. بله. دیگه از اون موقع برنامه‌هامو شروع شد. آیا در ذهن خودتون هم بود که کنسرت بذارم؟ بله بله، من خیلی منتظر بودم. یعنی فکر میکردم به هر حال یه روز در رو باز میشه. الان برنامه آیندهتون چگونه است؟ خیال دارم سال آینده همخوانی رو اجرا کنم اگه خدا بخواد. البته یه شرط و شروط مشکلی گذاشتن، گفتن 6 تا خواننده باید با شما بخونه. اولا خواننده‌ها که می‌رفتن با 2 تا می‌خوندن، ما که دادیم گفتیم تصویب کنن، گفتن با شما باید 6 نفر بخونن. منم دیگه همخوانی کنی برای مردها هم میتونید بخونید. بله، آقایون باشن، 3 تا آقا باشه، 3 تا خانم، صدای ما اون وسط خب پررنگ‌تر باشه. آره نمیشه که، یعنی به هر حال تعداد وقتی بیشتر باشه صدا پررنگ‌تر نمیشه، گم میشه.
ولی صدای من گم نمیشه انشالله. حالا تصمیم گرفتم که این کارو بکنم. حالا امیدوارم تا موقع 6 تا نشه 9 تا ده. انشالله که نه. خانم قانم، این روزا تو فضای مجازی من دیدم چند تا از پیج ها به نام شما هستن. آیا این پیج ها رو خودتون مدیریت میکنید یا افراد نزدیک به شما؟ وای بر من. من اصلا هیچ نوع صفحه‌ای ندارم تو فضای مجازی. نه اینستاگرام، نه نمیدونم تلگرام، نه فیسبوک، هیچ کدوم، به هیچ عنوان. یعنی همش جعله؟ همش جعله. امیدوارم یه روزی اینایی که این کارا رو میکنن دستشون باز بشه و واقعا مردم متوجه بشن. این خیلی باعث تأسفه و من ناراحتم از این موضوع، بسیار غمگین و ناراحتم. بله متاسفانه واسه خیلی از هنرمندای ما این اتفاق افتاده. جدیدن حتی خانم لیلا حاتمی یک پیجی به نام ایشون بود، 1,000,000 فالوور داشت، ایشون رفت شکایت کرد و اون پیج رو بستن. ولی شما هنوز شکایتی نکردید؟ ولو گفتم که شکایت بکنم ولی هنوز مثل که نشده اونجور. نشده. ولی به جد میخواید یا پیج هواداری باشید؟ نه واقعا میخوام هرچه زودتر این مسئله رو خاتمه بدم، هر طوری شده. بله. که به نام شما نتونن سوء استفاده کنن. واقعا اصلا دوست ندارم از این موضوع. خیلی منت گذاشتید، تشریف آوردید، خیلی وقت شما نمیخوام بگیرم. صدا میکنم. باعث افتخارم بود که روبروی شما نشستم. خواهش دارم. اگه بخواید برای حسن ختام یک پیغامی رو به مردم بدید چی میگید؟ من یک تیکه از حضرت رسول بیاد دارم، ترجمیدم این رو بگم. نیکی کهنه نگردد، بدی فراموشی نپذیرد، خدای عادل نمیرد، هرچه میخواهی بکن که هرچه کنی سزایت دهند. بسیار عالی، بسیار عالی. دست شما در نکنه تشریف آوردید و کتاب شعرتون همراهتون هست. یه دونه شعر برای حسن ختام اگر لازم باشه بخونم. بسیار عالیه. مال فصل بهاره، مال هفت سینه. درست. دوست دارم زندگی را در بهار، عید را بر سفره هفت سینه یار. دوست دارم سینی از یاسین شوم، یک شبی مستوجب آمین شوم. دوست دارم با گل و نقل و گلاب، جشن گیرم مقدم عالی جناب. دوست دارم سیب را از دست تو، بی بهشت و با بهشتی از تو نو. دوست دارم بوی تند سرکه را، از سرانگشت سخاوت سکه را. دوست دارم سمنو شیرین من، ای سرود مهر تو آیین من. دوست دارم سین نام دوست را، از الف تا ی تمام دوست را. دوست دارم شین شیرینی عشق، رسم های پاک آیینی عشق. دوست دارم سین سنت های دوست، عین عشق را از سخاوت های دوست. دوست دارم ماهی تنگ بلور، راه یابد در دل دریای نور. دوست دارم سنت مهرآفرین، رسم های مردم ایران زمین. البته این طولانی همش رو دیگه نمیخونم. بسیار عالی بود، بسیار عالی. دست شما در نکنه خانم قانم. بله خانم کبرا منفرده. متشکرم. مرسی، منت گذاشتید، تشریف آوردید و باعث افتخار ما بود. متشکرم. سال خوبی برای همتون باشه انشالله. یا علی. یا علی.